این نظرسنجی ارائه می کند که اکثر پاکستانی ها در کنار هند و ایالات متحده به عنوان دشمن شماره یک خود نظر می کنند. نزدیک به دو بر سوم آنها خواستار خروج قوای امریکا از افغانستانند و بسیاری آنها در صورت به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان کدام مخالفت ندارند. اندرو کوهورت، رئیس مرکز تحقیقاتی پیو، این احساس ضد امریکایی را چنین توضیح می دهد. عدم تایید پاکستانی ها از اقدام امریکا به علت این است که آنها به این اقدام به نظر یک همکاری و عملکرد مشترک نمی نگرند. آنها این را یک اقدام خودسرانه و تنهایی خود می دانند. نظرسنجی ها همچنین نشان می دهد که از میان ده نظریه تقریبا شش آن ایالات متحده را به عنوان دشمن توصیف کردند. در حالی که تنها یکی از جمع ده نظریه دهنده ایالات متحده را همپیمان خطاب کرده اند. لکن کوهورت می گوید پاسخ نشان دهنده عقاید دوگانه آنها نیز می باشد. حتی با وجود آن که بیشتر مردم ایالات متحده دشمن پاکستان می خوانند، اکثر آنها می گویند آنها خواستار روابط بهتر ایالات متحده با پاکستانند. بررسی ها نشان داده است که پاکستانی ها از گرفتن قدرت و کنترل افراد گرایان کمتر حراس دارند، اگرچه اکثریت هنوز مخالف آنها می باشند. لکن یک تحلیلگر امور آسیای جنوبی در شگفت است که چرا بیشتر مردم در مورد طالبان در کشور امسایه‌شان افغانستان نگران نیستند. من کمی متعجب از آن بودم که بیشتر پاکستانی ها حاضر نبودند شاهد حضور طالبان در افغانستان با عنوان نگرانی های بیشتر برایشان باشد. نگرش عمومی در پاکستان بیانگر آن است که در استراتژی حکومت آقای اوباما تقویت همکاری ایالات متحده با پاکستان به منظور سعی در شکست القاعده و ایجاد ثبات در افغانستان صورت می گیرد. حکومت آقای اوباما در سال جاری با متقاعد ساختن کانگرس تایید کمک 7.5 میلیارد دلار مساعدت به پاکستان را برای دوره بیش از 5 سال حاصل کرد. اما بر اساس این نظرسنجی تنها 1/4 کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند میگویند ایالات متحده مقدار زیادی از کمک های اقتصادی را فراهم میکند. بسیاری از پاکستانی ها آن را غیر مشروع و تاثیرگذار بر حاکمیت ملی و تعدی بر قلمرو خود میدانند. نظرسنجی ها نشان داد که کسانی که در مورد حملات تیارات بدون پیلوت شنیده بودند 93% گفتند که چیز خوبی نیست. 90% آنها تیارات بدون سرنشین را عامل از بین رفتن بسیاری از مردم بیگناه قلمداد می کنند و 49% معتقد برانند که این حملات تاکنون بدون تایید حکومت پاکستان انجام یافته. نظرسنجی همچنان نشان می دهد که تنها 8% مردم پاکستان نسبت به رئیس جمهور اوباما ابراز اعتماد کرده اند که پایین ترین رقم را در بین 22 کشور جهان نشان می دهد و این سنجش از سوی مرکز تحقیقاتی پیو در ماه اپریل صورت گرفت. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. ولم يبق احدا في المدينه.